به نام خداوند بخشنده و مهربان. بیننده های گرامی سلام بر شما. توجه کنید به مجموعه خبری این ساعت از شمشاد. امروز جمعه 23 سنباله 1403 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 13 سپتامبر سال 2024 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. اعتراف استرالیا به انجام جنایت جنگی در افغانستان. وزیر دفاع استرالیا به خاطر جنایت جنگی صورت گرفته در افغانستان مدال‌های شمار نظامیان خود را لغو کرد. کمک مالی داعش از سومالیا به طرفدارانش در افغانستان. گروه بین‌المللی بحران ادعا کرده که داعش در سومالیا با طرفداران خود در افغانستان کمک مالی نموده است. و شهادت 40 فلسطینی در حملات تازه اسرائیل بر غزه. مشروع خبرها با من میرویس هوتک. به خاطر جنایت جنگی صورت گرفته در افغانستان، استرالیا از شمار نیروهای خود مدال‌های اعطا شده را بازپس گرفت. وزیر دفاع استرالیا میگوید به خاطر اتهامات جنایت جنگی مدال‌های شمار قمندان‌ها و سربازان نظامی خود را لغو کرده است. کارشناسان میگویند که در کنار نیروهای استرالیا، نیروهای سایر کشورها نیز در افغانستان افراد بیگناه را به قتل رساندند و باید جرایم آنان در محکمه بین المللی بررسی شود. در طول 20 سال حضور نظامی نیروهای خارجی در افغانستان، سربازان خارجی از جمله آمریکا، استرالیا و بریتانیا به جنایت جنگی متهم شده اند و در سال گذشته این کشورها اعتراف کردند که نیروهایشان جنایت جنگی در افغانستان انجام دادند و افراد بیگناه کشته شده اند. ریچارد مارلز وزیر دفاع استرالیا گفته است که مدال جنگی به افسران نظامی که متهم به جنایت جنگی در افغانستان هستند و دوسیه های آنها مورد بررسی قرار گرفته یا در دست بررسی است دادن خواهد شد. هرچند تعداد دقیق این افسران نظامی استرالیایی مشخص نیست، اما وزیر دفاع این کشور گفته است که تاکنون کمتر از 10 افسر نظامی در دوسیه های جنایت جنگی در افغانستان شناسایی شده اند. فیصله من در این باره بر اساس تحقیقات و توصیه های بریتون متمرکز است که از 143 توصیه و تحقیق پروسه 139 آنها بررسیشان تکمیل شده است. ریچارد مارلز گفته است که این تصمیم را بر اساس گزارش بریتون گرفته است و در سال 2020 قاضی استرالیایی پل بریتون جنایت جنگی نیروهای استرالیایی در افغانستان را بین سالهای 2005 تا 2016 فاش کرد که در آن از شهید شدن افغانهای بیگناه خبر داده شده است. کارشناسان میگویند که نیروهای خارجی در جریان حضور نظامی خود در افغانستان غیر نظامیان را کشتند و این مورد باید در محکمه جرایم بین المللی بررسی شود. یک البته دولت استرالیا تصمیم گرفت تا آن مدال ها و نشان های را به شرط افتخاری برای قماندان ها داده بود دوباره بگیرد که این رای حل مشکل افغانستان نباشد. امیدوار است که حکومت استرالیا بر علاوه جزایی که به حساب معنوی اضافه این عساکر خود میدهد در قسمت پرداختن غرامات جنگی به فامیل های آسیب دیده افغانستان همچنان اقدام نموده. برخی دیگر از کارشناسان میگویند که امارت اسلامی باید شکایت های را به جامعه جهانی و شورای امنیتی سازمان ملل متحد علیه کشورهایی که از سال 2001 تا 2021 حضور نظامی در افغانستان داشته اند و مرتکب جنایت جنگی شده اند ارسال کند و آنها را برای عدالت خواهی پاسخگو نماید. لازم بود که برایشان یک توهین‌نامه میدادند به خاطر که مدیر مکلف است که از اجراعات زیردست خود مسئولیت های خود را انجام بده و مسئولیت پذیر باشه. با این منظور او از ایده از قماندان های جنگی استرالیایی باید توهین نامه بگیرد نه تقدیر نامه. استرالیا، انگلیس، هلند، جرمنی و سایر کشورهایی که امروز پی بردن که عساکر اونا در افغانستان جنایت کردن به اثر تلاش افغانهای با همت و با غیرت بودند که اونا را به محاکم کشاندند و میخواهند که غرایم جنگی را از اونا بگیرند. این در حالی است که سالها پیش گزارش‌های منتشر شده مبنی بر این که 17 سرباز استرالیایی طی سالهای 2005 تا 2016 دیهامکین را در عملیات هوایی در ولایت هلمند و اورزگان افغانستان شهید نموده اند و خانه های مردم بیگناه را آتش زده اند. گروه بین‌المللی بحران در گزارش اخیر خود ادعا کرده که گروه داعش در سومالیا به طرفداران خود در افریقا و افغانستان کمک ارسال نموده است.
حکومت سرپرست تا کنون واکنش نشان نداده، اما پیش از این گروه داعش را در افغانستان سرکوب شده خوانده است. تحلیلگران تاکید دارند که حکومت سرپرست و مردم افغانستان اجازه ندهند تا استخبارات جهان یک بار دیگر به اهداف خود در افغانستان دست یابند. گروه بین‌المللی بحران گزارش داده است که در کشور سومالیا منابع مالی به دست داعش می‌رسد و در کل آفریقا تهدیدات این گروه رو به افزایش است و با شاخه خراسان داعش در افغانستان نیز کمک مالی نموده است. در گزارش تازه این گروه آمده است حضور داعش در سومالیا برای تمام جهان خطر جدی است. بر اساس گزارش‌ها در شهر بوساسو در منطقه پوتلند در شمال شرق سومالیا استخراج طلا به اندازه کم و کاربار آن با گروه داعش کمک مالی می‌نماید. در بخش این گزارش بر اساس یافته های امریکا به آن تخمین نیز اشاره شده که در آن از دستیابی گروه داعش در سومالیا به 6 میلیون دلار از سال 2022 به این سو اشاره شده است. در سومالیا گروه داعش به عنوان بخش کلیدی این گروه نمایان می شود که از بخش مالیات و راه های دیگر پول زیادی به دست می آورد و از این را با طرفداران خود در افغانستان و افریقا حمایت مالی می کند. حکومت سرپرست درباره این گزارش گروه بین‌المللی بحران چیزی نگفته است، اما پیش از این بارها گروه داعش را در افغانستان سرکوب شده خوانده که به گفته آن توان سربلند کردن را ندارد. از سوی دیگر تعدادی از کارشناسان میگویند قدرت‌های بین‌المللی ظاهرا این گروه را یک تهدید جهانی می‌دانند، اما در واقع معتقدند این گروه برای اهداف ابرقدرت‌های بین‌المللی ایجاد شده است. تحلیلگران تاکید دارند که مردم و حکومت سرپرست افغانستان باید با توجه به تجربیات تلخ و مشکلات گذشته گام‌های جدی را برای ثبات و امنیت دائمی کشور بردارند و اجازه ندهند استخبارات جهان به اهداف خود در افغانستان دست یابند. لبنان داد نړیوال لوی مافیا و کارت پدی هوادو کې جوړې و استعمالی بیا نو رفرنس ورکې یا ماخذ من باور کې صدا څوک جوړې فلانی جای رازی فلانی جوړ به سپورت یو فلانی همکاري کله کو صدا دې بعض نهادونه او ډلې دې لکه دې بحران نړیوال سازمان یا ملګرو ملتو یا بل اداره د بشر حقوق دا ټول دی نړیوالو سترو ځواکونو جوړ کړي دوی ته وظیفه ورکړي تاسې یو اعلان وکړئ لکه اوس اعلان کوي د افغانستان خراسان داعش د سومالیا داعش یا د ملاتړ کوي سبا ته بیا بل څوک یاد دی څه ماسد وښیي چې نه دلته در این حال شماره از کارشناسان از برخی کشورها و سازمانهای بین‌المللی که تصویر نادرستی از افغانستان را به خاطر اهداف سیاسی خود به جامعه جهانی ارائه می‌دهند و بر اساس واقعیت‌های کنونی در مورد آنها قضاوت نمی‌کنند انتقاد می‌کنند. ددی شین متاسفانه چی سیاسی گټی پورتکی امریکا ده کنوری وادونه چې دلته د افغانستان په کورنی چارو کې مداخله وکړي یا بالاخره فشار پر نننی حاکمیت باندې راولی. کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای و نهادهای بین‌المللی به هدف تطبیق امر استراتژیک منافع سیاسیشان در حکومتداری پیام‌های را او نشر می‌کنند. با واقعیت اگر این موضوعات بر از او مطرح بحث هست، گروه‌های هراس‌افغانی که داخل افغانستان میشن مردم ما را متاثر می‌سازند در قبال از او کدام پیام دارند و اگر دارند او پیامشان چی هست؟ در آخرین گزارش گروه بین‌المللی بحران که روز پنجشنبه منتشر شد، مبارزه با داعش در سومالیا به دلیل اختلافات داخلی این کشور سخت و با موانع خوانده شده و نفوذ این گروه در این کشور در حال افزایش نشان داده شده است. امارات اسلامی فرار جوانان از کشور را یک مشکل جدی می‌خواند. معین امور جوانان در مصاحبه با شمشاد شمار از کشورها را متهم کرده که برای بیرون کردن جوانان تحصیل یافته کشور تلاش می کنند، اما در عوض در کشورهای خود بر آنان کارهای فیزیکی انجام می دهند. و افزوده است که حکومت سرپرست از جوانان حمایت می کند و برای آنان برنامه های تعلیمی و کاریابی در پلان دارد. بیکاری در 3 سال گذشته یک معضل بزرگ در کشور و چالشی در برابر رشد جوانان بوده است که جوانان افغان با آن مواجه هستند و برخی از آنها را مجبور به مهاجرت کرده است. معین امور جوانان وزارت اطلاعات و کلتور می گوید که حکومت سرپرست به حمایت از تعلیم جوانان متحد است و از برنامه های آموزشی برای ارتقای ظرفیت آنان حمایت می کند. قاری محمد یونس راشد در برنامه ایلید شمشاد با بیان این که در 2 دهه گذشته توجیهی به ارتقای توانمندی های جوانان نشده است، گفت که در عرصه آموزش تنها به جوانان توجه شده و به گفته وای جوانان باید از توانایی های خود در مسیر توصیه و خدمت به کشور استفاده کنند. جوان تحصیل وکی اما خدمت بیرته نور ممالک تکی
د دې پر ځای چې د خپل وطن سره په سختو شرایطو کې پاتې سي. زه په ځینو رسنیو کې ځوانانو ته وایم چې په دا غونډو کې مې ورته ویلي چې دا وطن د مور حیثیت لري. د اشغال را وروسته دا زموږ او ستاسو مور اوس داسې مثال لري لکه په شفخانه کې تر تداوی لاندې ده. نو کله چې تر تداوی لاندې ده، دا زامن یې باید په شفخانه کې د مور خدمت وکړي تر څو روغه سي او بیرته خپل کور ته راولي او خوشحاله ژوند وکړي. دا به څومره بې ننګه زوی وي چې خپل مور د مرضی په حالت کې شفخانه کې پرېږدي او دوی د هوسا ژوند په خاطر باندې بل ځای ته تښتي. موینې عمر جوانان وزارت اطلاعات و کلتور بیرون شدن جوانان از کشور را متاثر کننده میخواند و اما اطمینان میدهد که امارت اسلامی جلو این کار را بگیرد. او افزوده است که حکومت سرپرست برای استفاده از توانایی های جوانان یک طرح اقتصادی را در کشور ایجاد میکند. دوهم د ځوانانو د بیکاری ستونزه زموږ جدي مبارزه د دې سره زموږ د موینیت اتر ټولو تاب هدف زموږ دادی چې ځوانان د بیکاری په ستونزه کې چې ګیر ځوانان دي او د دې سبب څخه ډېر ځوانان افغانستان پرېږدي، موږ کوشش دادی چې په دې برخه کې موږ خدمت ورته وکړو او الحمدلله تر اوسه مو په دواړو برخو کې ښه لاسته راوړنې هم درلودلي. وایي در پاسخ به سوالې برخی کشورهایی را متهم میکند که به جوانان تحصیل کرده کمک میکند تا از افغانستان فرار کند و آنها را در کشورهای خود به کارهای فزیکی مشغول میکند. خارجان دیت محاسبه کوي، از موږ دښمنان دیت محاسبه کوي. وخت چې ټول امکانات یو چاته پراته وي او بیا مسلکي ځوانان هم ولري، وایي دا وطن خو زموږ بندیز یې کنه، دا خلک پرمختګ کوي. اوس یې دې ته کار ویلي دي چې په هر صورت کېږي، باید تحصیل یافته ځوان، باید د کار ځوان، باید مسلکي ځوان، په هر قیمت کې باید افغانستان څخه وباسي. دوی محاسبه چې کړې وه هغه محاسبه الحمدلله غلطه شول. اوس یې دا دوهم زموږ سره دا فکري جنګ او دا دوهم اقتصادي جنګ پر دې باندې متمرکز کړی دی چې د افغانستان څخه تکړه ځوانان، د افغانستان داسې ځوانان چې خپل معدن راوباسي، خپل قانون استخراج کړي، خپل وطن په جوړ کړي، بې له چا د مرستو څخه، بې له چا د مجبورۍ څخه. نو دغه مهمه نکته دغه ده چې دی کیسونه ورته اچي، دی پیسې ورکوي، دی اعلانونه کوي چې موږ 1,00,000 ځوانان ته پناه ورکوو، څوک وایي چې موږ 2 ځوانان ته، او ورته زما په وطن څه کار لري، زما ورونو ته، زما د افغانستان ځوانانو ته، زما خپل خلک دي. این در حالی است که پس از حاکمیت امارت اسلامی برای بار دوم در کشور سطح فقر و بیکاری در کشور افزایش یافته و در جریان 11 ماه گذشته هزاران جوانان افغان که برای کار به ایران و پاکستان رفته بودند با زور و جبر دوباره به افغانستان فرستاده شده و هنوز هم این پروسه ادامه دارد. سرمایه گذاران و باشندگان ولایت هرات بر تکمیل شدن کار پروژه تاپی در زمان معین آن تاکید دارند. سرمایه گذاران و باشندگان این ولایت میگویند با عملی شدن این پروژه در کنار پیشرفت تجاری، مشکلات در بخش برق و اینترنت نیز حل خواهد شد. از سوی دیگر مسئولین اطمینان میدهند که در برابر کار پروژه تاپی و سایر پروژه ها هیچ مانعی وجود ندارد و در زمان معین تکمیل می شوند. پس از سالهای تأخیر عملی شدن پروژه های تاپی، توسعه خط آهن ترغندی، سبستیشن برق نورالجهاد، فایبر نوری و شماری از پروژه های دیگر، امیدواری باشندگان هرات را نسبت به آینده افزایش داده است. آنان تاکید دارد که این بار پروژه های تاپی بدون تأخیر باید عملی شود تا در کنار رشد اقتصادی کشور برای جوانان در داخل کشور نیز زمینه کار مساعد گردد. تقاضا ما از مسئولین اینه که زودتر این کار که شروع میکنم میره زودتر پیش ببرم که کار از تمام بشه، بلکه این گاز ارزون بشه برای مردم افغانستان دیگه و همه چیز فراهم بشه. مردم افغانستان خیلی کار خوب شد که پروژه تاپی بالاخره افتتاح شد. مردم دیگر راهی قاچاق و مثلا و ایران و ترکیه نمیشن. از سوی دیگر سرمایه گذاران نیز عملی شدن این پروژه را برای رشد اقتصادی کشور مهم میخواند و میافزاید که این پروژه در بخش صنعت و تجارت فرصت‌های زیادی کار را مهیا می‌نماید. با شروع پروژه تاپی آنچه حجم گازی که در داخل افغانستان نیاز به او اساسی پروژه تامین میشه، در بس تجارت و صنعت رونق قابل ملاحظه‌ای را ما شاهد او خواهیم بود. از سوی دیگر مسئولین میگویند که با عملی شدن این پروژه ها نه تنها برای هزاران تن در کشور زمینه کار مساعد میشود، بلکه در اتصال منطقه‌ای، ایجاد فضای اعتماد میان کشورها و تحکیم روابط سیاسی نقش مثبت و مؤثر دارد. کل از دستیم هیوادون یو لبل سر گتی و ترلزی پس سیاسی لحاظ دا هیوادون یو بل تا دیر نزدیکی یا یو دی بل دیر مراعات کی. پا
په دې سره هم امنیت دایمي کیږي، هم اړیکې پراخیږي، هم د ولسونو ترمنځ اعتماد ډیریږي، راشد درس ډیریږي. د ډیرو علایقو دپاره یو وسیله ده او بېله شکه سیمه ییز سیاسي فضا باندې مثبت اثر کوي. کار عملی پروژه تاپی و شماری از پروژه های دیگر چهارشنبه گذشته توسط ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزراء و قربان قلی بردی محمدو رهبر ملی ترکمنستان افتتاح شد. باشندگان منطقه فیروز نخچیر ولایت سمنگان بازار خربوزه را به یک مکان سیاحتی مبدل نمودند. این بازار در مسیر راه بزرگ بلخ سمنگان موقعیت دارد که نسبت به گذشته رفت آمد سیاحان در آنجا افزایش یافته است. دکانداران این منطقه میگویند نسبت به گذشته بازار فروش خربوزه خوب است و از این درک عاید خوب به دست می آورند. این بار فروش خربوزه در منطقه فیروز نخچیر در مسیر راه بزرگ میان بلخ و سمنگان است. برای خرید خربوزه های شیرین و خوشمزه مردم از نقاط و بلد های مختلف به این بازار می آیند. آقنبات، غزنیگک، برگینه از جمله خربوزه های مشهوری است که فروش بیشتر دارند. ما رفته بودیم سمنگان، در کمی کار داشتیم، بازگشت کردیم، در غزنیگک خربوزه خریدیم، نوش جان کردیم، بسیار شیرین، بامزه، بسیار مشهور خربوزه های حرمی امیری، رنگ و رنگ خربوزه است که جلب توجه شده. تمام کسایی که اینجا تیر میشه از این خربوزه حتما خریداری میکنن. نور از مغل مزار شریف څخه لڅوتن ملګرو سره د سمنګان ولایت شورغان سیمه ترغلیو، ځکه چې دلته مشهور سیمه ده. خواګې هم خټکی هم ډیر خواګې دي، ډیر مشهور دي، ځکه په همدغه مخه باندې مغل مزار شریف څخه راغلیو د سیمه ته. د بلخ ولایت ترڅنګ د سمنګان او د غراس د قندوز بغلان څخه هم خلک د سیمه ترازی او خلک ورڅخه لیدنه کوي. این بازار در این مسیر بزرگ بر اقتصاد باشندگان منطقه و مردم اهل کار و بار آن تأثیر مثبت نموده است. شماری از فروشندگان خربوزه از رونق کار و بارشان خرسندند و می افزاید که از عواید آن می تواند ضروریات زندگی خود را مهیا نماید. بازار ما ماشاءالله خوب بازار است. زر ولایت دمام همینجا خربوزه پیش ما مردم می گیره. خربوزه 34 رقم خربوزه هم داریم. خربوزه برگینه است، زرمته است، سوزک است، دیگه هر رقم خربوزه ما مردم داریم. رای عمومی است، مردم زیاد تیر میشه، الحمدلله بازارم خوب بازار است. انشاءالله روزه جمعه خوب، روزه جمعه بخی بازار، پنجشنبه دوشنبه خوب بازار میشه او دیگه انشاءالله بازار خوب است دیگه. الحمدلله راضی استم که از این قدم بیشتر آرامی شوه و خوبتر شوه دیگه. انشاءالله خرید و پروخ ما همونطور زیادتر شوه. بر اساس معلومات ریاست زراعت ولایت بلخ، امسال در این ولایت حاصلات خربوزه نسبت به سالهای گذشته دو برابر افزایش یافته است. اما دهقین کمرنگ بودن بازار را برای فروش محصولاتشان یک چالش می دانند. در بلوچستان و شمار از مناطق دیگر پاکستان، اساکر این کشور وظایفشان را ترک می کنند. شمار از نیروهای پلیس پاکستان از ترس وظایف خود را ترک نمودند و با معترضان یک جا شدند. تصاویر منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که اساکر پاکستانی برخلاف نیروهای اردوی این کشور با معترضان یکجا شدند. بر اساس گزارش‌ها، حملات تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی بر قرارگاه‌های پلیس و نیروهای امنیتی پاکستان در داخل خاک این کشور افزایش یافته است و در شمار از مناطق پلیس پسته‌های خود را رها کرده‌اند که مهمات و وسایل آن به دست تی تی پی افتاده است. کارشناسان نظامی می‌گویند درباره وضعیت سیاسی و امنیتی پاکستان تفسیرهای مختلفی صورت می‌گیرد و یک باور این است که در آنجا رها کردن وظیفه توسط پلیس این کشور وضعیت سیاسی پاکستان را به چالش می‌کشد و نگرانی را درباره فروپاشی نظام بیشتر ساخته است. تحلیلگران میگویند که اردوی این کشور در مقابل مردم از زور کار میگیرد و این رفتار نتیجه خوبی برای پاکستان نخواهد داشت. د پاکستان د جنرالانو استخباراتی کړو یو کړنه ده چې پاکستان به د ترجیح سره مخ کیږي او پښتانه او بلوچستان خپل دښمن پیژندلی او په اوسني حالاتو کې چې څنګه د پاکستان د نظام د اردو او د پولیسو افسران د خپل د قام د عزت او د قام د بریا لپاره سره لاس ورکوي او خپل سلاوي یا سپاري او د دولت نه یا د خپل نظامی لباس په ایستلو او استعفا سره دوی د خپل د دښمن د ماتولو لپاره د خپل قام سره یو کیږي،
نو زه ویلی سم دغه کړنه به ډیر زر به یو نوی تحول او نوی عظیم انقلاب رامنځته کوي. اول علاقې د پاکستان د پوځ له لوري هغه نادودې چې له خلکو سره کېږي دا په ګوته سوي دي. بل خوا په دغو سیمو کې د پی ټی پی د فعالیتونو له کبله ځینې خلک چې په پوځ کې یا په پولیسو کې وي هغو دې دندې پرېښي دي او په کورونو کې ناست. از سوی دیگر شماری از خبرنگاران مقیم پاکستان نیز تایید میکند که در پشتونخوا مناطق مختلف پاکستان شماری از پلیس ها از ترس کشته شدند، وظیفه هایشان را ترک کرده اند و با معترضان یک جا شده اند. به گفته آنان مقام های بلندپایه مشکلات عساکر را درک نمی کند و آنان مجبور می شوند خود را به مناطق امن برساند. گوره در خیبر پختونخوا پا لکی مروت که چی پولیس کم احتجاج کاو نو چون که پولیس من حمله زیادی شوی دی خاص کر پا در سیمه که نو اغی احتجاج د دې لپاره کړو چې اغوی خپل ځان خواندي نه تصور کوي. نو احتجاج کړو او اوس احتجاج ختم شویم دی. پاره کې د پولیس د مشرانو هم یو رول دی، لیکن پاره کې زیات رول په هغه د سیمه کې د قبایلي مشرانو دی، د مشرانو دی. اغه احتجاج ختم شوی دی، دا غیر ځینی ګیلې وي او لکه اغی خپل باندې کوم خبره کړې و چې کله په دې باندې حمله وشي نو د نامعلومه خلکو خبره کیږي چې دی وسله ورنه سرګند یا نامعلوم کسانو دی وجل خو هغوی دا خیال دی چې نه کسان خلک پیژني چې دا څوک دي. از چند روز به این سو در شماری از رسانه های اجتماعی تصاویر به نشر رسیده است که نشان می دهد پلیس این کشور به معترضان یک جا شده اند که در مقابل ظلم اردی این کشور در بلوچستان تظاهرات کرده اند. شماری از افسران پلیس که درای خود را جدا نموده اند ظلم اردو بر مردم عام را تایید می کند و می افزایند که اردوی پاکستان جنگ خانه به خانه را آغاز کرده و به بهانه های مختلف مردم عام را شکنجه و از بین می برد. دغار می تاو یای ما می تاو یای ای سای تاو یای چه داده نه نه خری ترای ترگیت که بعد دا خریو نورالام نمیزی ایدومیل نه تلوک لاری دادا خری ترگیت که دا دیر بخت وار شاید داو تاو گورا سمرا خال کی ریو ست دخ دا شاید گیه وی دخ چه دا کیم اوی نازوی پتا دا گرو باید لا پا خدای کسام چه که دا پا شهادت شده ری بی پارخاوی و دا بخا قتل دا و دا پلیس پنام تلا دا و دا پشتون پنام تلا دا. به باور کارشناسان پاکستان نه تنها با چالش های سیاسی و امنیتی مواجه است، بلکه وضعیت اقتصادی و رفتار اردوی و اداری نظارت کننده این کشور نظام کنونی پاکستان را به وضعیت فروپاشی مواجه کرده است و اتفاق این وضعیت را در چند ماه آینده و یا چند سال از امکان به دور نمی دانند. و اکنون همچند خبر از جهان. در حملات توزیع نیروهای اسرائیلی بر غزه 40 فلسطینی شهید شدند. بر اساس گزارش ها نیروهای اسرائیلی بر مکتب سازمان ملل کارکنان و فلسطینی ها حمله کرده است که در نتیجه آن 40 فلسطینی شهید شدند. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل یک بار دیگر خواهان آتش بس فوری در غزه شده و حملات اسرائیل بر بی‌جا شدگان فلسطینی را وحشت و بی‌رحمی خوانده است. از سوی دیگر سازمان جهانی صحت گفته است که 25% از نفوذ غزه از سوی نیروهای اسرائیلی زخمی شدند. ایران از کشته شدن نیروهای سرحدی خود در سرحد با پاکستان خبر داده است. مقام‌های سیستان و بلوچستان این کشور خبر دادند که در سرحد مشترک با پاکستان 3 نیروی سرحدی این کشور کشته شدند. مقام‌ها افزودند که موتر این نیروها در منطقه میرجاوه هدف قرار گرفته است. بر اساس گزارش‌ها مسئولیت این حمله را گروه مصالح جیش العدل بر عهده گرفته است. پیش از این نیز نیروهای ایران در سرحد مشترک با پاکستان از سوی گروه جیش العدل هدف قرار گرفتند. رئیس جمهور روسیه استفاده راکت‌های دوربرد از سوی اوکراین با به معنای جنگ مستقیم میان روسیه و غرب دانسته است. رئیس جمهور روسیه در واکنش به اظهارات وزرای خارجه آمریکا و بریتانیا برای استفاده از راکت‌های دوربرد از سوی اوکراین را به معنای جنگ مستقیم روسیه با غرب دانسته است. این اظهارات پوتین در حال مطرح شده است که مقام‌های آمریکا و بریتانیا
از احتمال استفاده راکت‌های دوربرد این دو کشور توسط اوکراین خبر دادند. از سوی دیگر رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر بریتانیا روز جمعه درباره این موضوع با همدیگر صحبت می‌کنند. بیننده های گرامی، این بود خبرهای این ساعت که تقدیم شما شد. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان. بقیه اوقاتتان خوش. الان نگهدار.